دوگانه، نمایشی از پیوند صادقیان، اجرایی از جشنواره فرینج ادینبرو امسال که مورد استقبال گرم منتقدین هنری قرار گرفته. این در ظاهر تلاشی است برای معرفی دو هویت جداگانه هنرمند، فردی با دو گذرنامه، با دو اسم و میراثدار دو فرهنگ، متولد بریتانیا از پدری ایرانی. او میگه مفهوم دوگانگی از اولین سفرش به ایران براش محرز شده. وقتی 10 ساله بود که به اصفهان رفت. او خود رو با نام پیوند میشناخت، اما متوجه شد به اجبار مقامات نامش در مدارک ایرانیش پریسا ثبت شده و نمایش روایتی است از تفاوت‌ها و شباهت‌های پیوند، دختری بریتانیایی، و پریسا، دختری ایرانی. بله، من فکر میکنم آن دو هویت پیوند و پریسا در کنار همدیگه به طور رسمی روی کاغذ وجود دارند. برای من این نمایش آن دو هویت جداگانه رو کمی بیشتر به هم نزدیک میکنه. این شاید یک نامه عاشقانه به پریسا باشه که گاهی اوقات پس از نادیده گرفتن او برای مدت طولانی به او نوشته میشه. نمایش در این صمیمانه بودن بسیار جسورانه است. هنرمند برای انتقال مفاهیم چند لایه مثل زمینه‌های تاریخی کهن و سیاسی معاصر و همچنین تفاوت‌های فرهنگی و بالاتر از اون احساسات پیچیده یک مهاجر نسل دوم از روش داستان سرای معمول فاصله گرفته و از ترکیبی از تصاویر متحرک، صدا و عناصر تعاملی استفاده کرده. I think for me the reason why I mix all those دلیل اینکه عناصر متفاوت و تکنیک‌های مختلف رو با هم ترکیب می‌کنم اینه که نمایش بتونه با تماشاگران با سلیقه‌های گوناگون و به خصوص با اون‌هایی که چیز زیادی درباره ایران نمی‌دونن ارتباط برقرار کنه. هدفم این نیست که مثلا مخاطب بگه این یک داستان غم‌انگیز در مورد یک کودکی در کشوری بد چون ایرانه. فکر می‌کنم با استفاده از چیزایی مثل نمایش عروسکی و دیگر عناصر غیر معمول تلنگر به مخاطب بزنم تا توجهشون جلب بشه، اونها نگاه اعتقادی عمیق‌تری به مسائل داشته باشن. میتونستم روایتی کاملا طبیعی از اون داستان ارائه کنم، ولی فکر میکنم این فقط حس ترحم تماشاگران رو برانگیخته میکنه و این احساسی نیست که من بخوام در مردم ایجاد کنم. این طنز تلخ تنها یک روایت شخصی از سختی‌های زندگی دوگانه یک ایرانی نسل دوم نیست. نگاهی نقادانه متأثر از همه رویدادهای اخیر اجتماعی سیاسی داره، چه در ایران چه در بریتانیا، به خصوص به اون چه که پس از کشته شدن مهسا امینی جینا در ایران رخ داده. هنرمند میگه حالا سوالش فقط این نیست که پریسا اگر این روزها در اصفهان بود چه میکرد، او میپرسه من پیوند اینجا در بریتانیا باید چه کنم. این سوال به خصوص در نمایش مطرح شده که اگر پریسا در ایران میموند چه میکرد؟ وقتی این حوادث اتفاق افتاد من به خودم گفتم اگر در ایران بودم چه کار میکردم؟ امیدوارم که من هم در این مبارزه شرکت میکردم. برای من مطالبات زنان ایرانی بسیار مهمه. این رویدادها به طور ناگهانی اتفاق افتاده و فرصتیه که سایر افرادی که ایرانی نیستند بتونن از اون مطلع شن و در مورد اون بیاموزن. در اخبار شما فقط درباره پوتین و پهپادها میشنوید، اما چیزهای مهم دیگری هم وجود داره که به اونها اشاره نمیشه. به همین دلیل واقعا مهمه که اونها رو به دنیای خارج اطلاع بدیم.
پیوند صادقیان امیدواره بتونه با این نمایش مخاطبانش رو ترغیب کنه که از مرزهای خودی و غیر خودی گذر کنند و اونها رو تشویق کنه که بتونن با جریانهای مترقی چون جنبش آزادی خواهی زنان و دختران ایرانی همدل باشند و همبسته. بردیا افشین، ادینبرو، اسکاتلند. Don't back down. Resist and persist.